نام یاد خدا با عرض سلام به خبرهای این ساعت خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. خوشبینی اعضای کمیته رئیسان مجلس نمایندگان از تمدید کار این مجلس. رئیس جمهور در دارش با کمیته رئیسان مجلس نمایندگان گفته است که طرفدار دوام کار این مجلس است. نتیجه زیر در روزهای آینده که در برگیرنده سرنوشت شورای ملی افغانستان و همچنان آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می باشد بر مردم افغانستان رئیس جمهور خودشان اعلام کرد. گزارش درباره اختلاس در وزارت معارف. وزیران پیشین معارف افغانستان برای به دست آوردن پول از کمک کنندگان جهانی آمارهای نادرست دادند. واقعا در بعضی مناطق ناامن مکتبا وجود نداره، ولی امکاناتش، امتیازاتش، پول چوب مکتبش، پول معلمش و چی و چی و چی گرفته میشه. رویاروی داعش و طالبان در افغانستان. یک گزارش تازه وزارت دفاع آمریکا نشان میدهد که داعش در حال گسترش حضورش در افغانستان است. راهبرد ما در برابر داعش و تلاش‌های نظامی کنونی ائتلاف جهانی و این هدف به پیش برده می‌شوند تا داعش شکست دهد. و رونمایی رباتی که قلب دارد. این ربات می‌تواند احساسات انسان‌ها را با خشم و شادی پاسخ بدهد. مشروع خبرها. رئیس جمهور در دیدارش با کمیته رئیسان مجلس نمایندگان گفته است که طرفدار دوام کار این مجلس است. رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان میگوید که زمان کار مجلس نمایندگان با تمامی صلاحیت‌هایش تمدید خواهد شد. در این حال رئیس دیدبان دموکراسی افغانستان مشروعیت مجلس، اعلام زمان انتخابات و اصلاح نظام انتخاباتی را با هم پیوند خورده می‌داند و تاکید می‌ورزد که انتخابات بدون اصلاح نظام انتخاباتی فاجعه‌بار خواهد بود. تا 4 روز دیگر کار مجلس نمایندگان پایان می‌یابد. رئیس جمهور غنی رایزنی ها را برای چگونگی ادامه کار مجلس نمایندگان آغاز کرده است و معاون سخنگوی رئیس جمهور می‌گوید که پیش از پایان کار مجلس نمایندگان رئیس جمهور تصمیمش را اعلام خواهد کرد. نتیجه زیر در روزهای آینده که در برگیرنده سرنوشت شورای ملی افغانستان و همچنان آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی می باشد بر مردم افغانستان رئیس جمهور خودشان اعلام خواهد کرد. در همین حال رئیس جمهور در دیدارش با کمیته رئیسان مجلس نمایندگان گفته است که طرفدار دوام کار مجلس نمایندگان است. گویا بسیار سریع، قاطع و بدون ابهام گفتند من هم طرفدار دوام کار شورا هستم. به دلایل مختلف ما نتونستیم انتخابات به زمانش برگزار بکنیم. وقتی که انتخابات برگزار نشده، نبود شورا در واقع دموکراسی در افغانستان صدمه می‌بینه. در همین حال برخی از حقوقدانان نیز میگویند که هرچند دوام کار مجلس نمایندگان توجیه قانونی ندارد، اما هرگاه کار مجلس نمایندگان دوام بیابد صلاحیت‌هایش محفوظ خواهند ماند. صرف در یک حالت برخی صلاحیت‌های شورای ملی به حکومت انتقال میکنه که او حالت استقرار است. این حالت استقرار نیست. بلان اگر پارلمان تمدید شود کارش، تمام صلاحیت‌های خود که داره باید اعمال بکنه. از سوی دیگر رئیس دیدبان دموکراسی میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی باید مشروعیت مجلس، اعلام تقویم انتخابات مجلس نمایندگان و اصلاح نظام انتخاباتی را همزمان اعلام کنند. رهبران حکومت وحدت ملی همین سه موضوع را به طور یک بسته مورد بررسی قرار بده و اگر ما تقویم انتخابات داشته باشیم، روز انتخابات تعیین شوه و اصلاحات انتخاباتی نداشته باشیم، بدون شک که به ثبات سیاسی افغانستان و دموکراسی نوپای افغانستان فاجعه آور خواهد بود. در حالی که پیشتر رئیس مجلس سنا ادامه کار مجلس نمایندگان را مغایر قانون دانسته است، اما آگاهان حقوقی میگویند که هرگاه کار مجلس نمایندگان ادامه نیابد، بیدرنگ دروازه مجلس سنا نیز بسته خواهد شد. قانون اساسی تعریف میکنه که قانون مساوی هر دو مجلس شورای ملی است که به توشیح رئیس جمهور میرسه. به این اساس اگر یکی از این مجلس سن نباشه،
مجلس دیگه هم به طور اتوماتیک باید دروازه‌اش بسته شود. انتظار می رود که رئیس جمهور دوام کار این مجلس را تمدید کند. تصویب قوانین، نظارت از عملکرد حکومت، تصویب بودجه ملی و رأی اعتماد به نامزد وزیر دفاع ملی، اعضای باقی مانده دادگاه عالی و اعضای کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و نیز رئیس بانک مرکزی و رئیس هلال احمر در صدر کارهایشان قرار دارد. وزیران پیشین معارف افغانستان برای به دست آوردن پول از کمک کنندگان جهانی آمارهای نادرست دادند. یک گزارش تازه سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان نشان می‌دهد که مقام های پیشین معارف افغانستان به نام مکتب‌ها، آموزگاران و مدیران مکتب‌ها که اصلاً وجود نداشتند، پول به دست آوردند و مصرف این پول‌ها را حساب دادند. پیش از این وزیر تازه معارف کشور نیز از مصرف شدن پول‌های بسیار در مکتب‌های خبر داده است که فعال نبودند. مکتب‌های ارواح، دروغ‌های وزیران پیشین معارف، تازه‌ترین گزارش سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان نشان می‌دهد که معارف افغانستان در گذشته درباره شمار مکتب‌های فعال در افغانستان دروغ گفته است تا کمک‌های بیشتری به دست آورد. بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان میگوید که وزیران گزارش دادند که هیچ مکتبی در بخش‌های ناامن افغانستان باز نیستند، اما مقام‌های پیشین آمارها را دستکاری کردند و پول را اختلاس کردند. این ادعاها نشان می‌دهند که ایالات متحده ممکن است برای تمویل مکتب‌هایی که وجود نداشته باشند پول پرداخته باشد. پیش از این وزیر تازه معارف نیز وجود مکتب‌های ارواح و آمارهای دروغین از مکتب‌های فعال را در بخش‌های از کشور تایید کرده است. وزیر تازه معارف گفته است که این دروغ‌های مقام‌های پیشین معارف و نبود شفافیت در گذشته در این وزارت کمک کنندگان جهانی را دلسرد ساخته است. واقعا در بعضی مناطق ناامن مکتب‌ها وجود نداره، ولی امکاناتش، امتیازاتش، پول چوب مکتبش، پول معلمش و چی و چی و چی گرفته میشه. سیگر میگوید که اداره توسعه جهانی ایالات متحده تا 31 ماه مارچ امسال 769 میلیون دلار را برای پشتیبانی از آموزش در افغانستان مصرف کرده است. در بسیاری از ادارات وزارتخانه‌های دولتی همچنین موارد بوده که پول ها به نام پروژه های مختلفی کشیده شده یا برنامه های تدوین شده که بر اساس از اون میلیون ها دلار یا میلیون افغانی به مصرف رسیده. در این گزارش سیگر از اداره توسعه جهانی ایالات متحده آمریکا پرسیده است که آیا می داند که چه مقدار پول شاید در مکتب های مصرف شده باشند که هیچ وجود نداشتند و چه مقدار برای آموزگاران و کارمندان ارواح پرداخته شده است. پنتاگون از آمادگی های داعش برای رویارویی با طالبان خبر می دهد. یک گزارش تازه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نشان می دهد که داعش در حال گسترش حضورش در افغانستان است و برای رویارویی با طالبان آمادگی دارد. بر بنیاد این گزارش طالبان نیز فعالیت های داعش را زیر نظر دارند. این در حال است که تاکنون جنگجویان وابسته به این دو گروه در افغانستان بارها با هم درگیر شدند. دو گروه مسلح در حال رقابت در بخش های از افغانستان. وزارت دفاع آمریکا سلاش های داعش برای سربازگیری در افغانستان گزارش داده است و از احتمال گسترش نفوذ این گروه در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. با این هم در این گزارش هشدار داده شده است که شورشگری به رهبری طالبان نباید دست کم گرفته شود، زیرا شبکه حقانی هنوز هم تهدید بزرگ به ایالات متحده و نیروهای امنیتی افغان شناخته می شود. راهبرد ما در برابر داعش و تلاش‌های نظامی کنونی ائتلاف جهانی به این هدف به پیش برده می‌شوند تا داعش شکست داده شود. باورهای وجود داشتند که برای سرکوب داعش در افغانستان ایران دست کمک به طالبان دراز کرده است و برای سرکوب گروه داعش از طالبان استفاده می‌کند. بعد همین گروه‌ها رو به عنوان بخشی از ابزارهای تولید ناامنی، تولید بی‌ثباتی و تهدید کننده برای منطقه دونست. اما واشنگتن به این باور است که جهان برای شکست داعش متعهد است، اما رسیدن به این هدف نیاز به زمان بیشتر دارد.
تلاش برای برقراری ثبات در آن کشوری که با تهدید داعش روبروست از درون این کشور در همکاری با کشورهای منطقه و جهان صورت می‌گیرد. اما جنگ با داعش زمانگیر خواهد بود. اما طالبان و داعش دو گروه مخالف و تند رو در افغانستان که بیشتر از راه گذر عقیدتی هم با یک دیگر فاصله هایی دارند، در بخش های از کشور با هم درگیری هایی داشتند و بسیاری ها این فاصله ها را میان این دو گروه به سود کشور می دانند. داعش یک قصه مفت است و یک سکه ناچل است. امروز داعش در فرا وجود نداره، یعنی امروز قصه داعش و بساط داعش برچیده شده، ختم است. پیش از این هم طالبان نامه‌ای به رهبر داعش فرستادند و تاکید ورزیدند که به جبهه دیگر جنگ در افغانستان نیاز نیست و اگر داعش بخواهد جبهه در افغانستان بگشاید ممکن با واکنش طالبان روبرو شود. بهای مواد خوراکی امسال در ماه رمضان افزایش چشمگیر نداشته است، اما توان مردم برای خرید این مواد کاهش یافته است. فروشندگان مواد خوراکی در بازارهای کابل میگن که امسال با وجود افزایش نیافتن بهای مواد خوراکی خرید و فروش در بازارها کاهش یافتند. در همین حال خانواده های نیز در کابل زندگی میکنند که با امکانات بسیار اندک روز نخست ماه رمضان را آغاز کردند. بازارهای خرید فروش مواد خوراکی در کابل برخلاف رمضان سال پیش رونق چندانی ندارد. فروشندگان مواد خوراکی میگویند که بهای مواد خوراکی در رمضان امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش اندک داشته است، اما شمار خریداران کاهش یافتند. قیمتی و قدر نیست، ارزانی است، اما قدرت خرید نیست. جنسی که مثلا پارسال 100 روپ بالا بود اما نفر داشت بخرد، امروز 100 روپ پایین است اما او قدرت نداره بخره. پارسال در روز اول دو ماه رمضان می بود بسیار زیاد سودا می بود، امسال دیگر ماه رمضان فکر کنید دیگر سودا مبدانش، اقتصاد مردم بسیار ضعیف شده. در نخستین روز رمضان بازارهای کابل مانند سالهای دیگر بیروبار نیستند. باورها بر این هستند که بیکاری و وضعیت بد اقتصادی توان خرید را از مردم گرفته است. شش کال خلق وای چی دومره قیمتی نه دلکه پروش کال چی ولا مرد دولت صدا خواست که چنور ارزانی مراولی عوام شدی بیکار دی بیکاری پا مخاخست دی کارونه نست. چیار باشه چی روغن باشه هرچی که باشه مردم توانایی نداره، قاطی قیمتی زیاد هست کلگی بیکار است. خانواده های نیز هستند که حتی ماه رمضان را در ناداری به سر میبرند. صالح محمد باشنده منطقه هواشناسی کابل است. در خانه کرای زندگی میکند و میگوید که نخستین روز رمضان را با خوراک ناچیز آغاز کرده است. 2000 روپیه سرمایه مثلا 2000 روپیه سرمایه ما دیگه از چی جور میشه؟ یک 2200 جور میشه که لب نان و اون میاد چی دیگه بگیریم بیاریم به مشکل دیگه درست میگیریم هم کرای خانه و این خانه را که ما میشینیم. در همین حال رئیس جمهور غنی در پیامش به مناسبت ماه رمضان از ثروتمندان میخواهد تا با خانواده های نیازمند کمک کنند. دروشی میاشت ده خیرونو او برکتونو میاشت ده پده میاشت که بل مسلمان تلاس ورکول یوازې یو واجب نه ده، بلکې د عباداتو د تکمیل وسیله هم ده. فروشندگان مواد خوراکی میگویند که به علت کاهش بهای مواد سوخت امسال بهای مواد خوراکی در بازارهای کشور افزایش چندانی نداشته است، اما کاهش ارزش افغانی در برابر دلار سبب افزایش بهای مواد خوراکی شده است. کمیسیون حقوق بشر ولایت غور از افزایش تهدیدها در برابر خبرنگاران و تلاش‌ها برای محدودسازی آزادی بیان در این ولایت نگران است. مسئولان نهاد میگن که تهدیدها در برابر خبرنگاران در این ولایت به گونه‌ای بی‌پیشینه افزایش یافتند و اگر این تهدیدها ادامه یابند احتمال دارد که شمار از خبرنگاران کارهایشان را ترک گویند. در این حال شمار از خبرنگاران ولایت غور مقام‌های محلی را متهم به محدودسازی کار رسانه‌ها در این ولایت می‌سازند. در یک سال گذشته چندین خبرنگار در غور از سوی زورمندان تهدید شدند و یا با سازماندهی توطئه های گوناگون شماری از خبرنگاران این ولایت به زندان فرستاده شدند. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر غور از وضعیت آزادی بیان و افزایش تهدیدها بر خبرنگاران در این ولایت نگران هستند و عامل این تهدیدها بر رسانه ها و خبرنگاران را زورمندان محلی و برخی مسئولان دولتی این ولایت میگویند. زورمندان محلی هم خیلی موردهای بوده و حتی قوماندان های قدرتمندان دولتی هم زمان های بسیار مثلا خبرنگاران مورد تهدید و
مورد فشار و ارعاب اینا قرار داده. در همین حال شماری از خبرنگاران میگویند که در نتیجه این تهدیدها برخی از رسانه‌ها در این ولایت برنامه‌های انتقادیشان را متوقف نمودند. این خبرنگاران از امنیت جانیشان نگرانند. ما منیسی کسایی که در ولایت غور اخبار قیم میکنیم، دیگر ما مسئولیت جانی نداریم متاسفانه، و ما بعد از این نمیتونیم که اخبار به صورت دقیق و همچنان جامع و شاید باید که از ما در دست نش بسپاریم. فعالیت های مدنی و فعالیت های رسانه‌ای نهایتا ساعتش محدود شده. منابع خبرنگاری در حقیقت اطلاعات دقیقی که انتظار میره و برای خبرنگاران بهتر در حقیقت به دسترس خبرنگاران قرار نمیگیره. از سوی هم شماری از فعالان جامعه مدنی و نهادهای حمایت از خبرنگاران میگویند که اگر این روند ادامه پیدا کند، شمار چشمگیری از خبرنگاران و کارمندان رسانه ها از کار رسانه‌ای کنار خواهند رفت. یک نگرانی جدی، بسیار جدی هست سر روی خبرنگاران و ما مطمئن هستیم که اگر همین قسم روند به پیش بره، کار خبرنگاری در ولایت غور رو به سقوط است و احتمالاً جوانایی که خبرنگاری میکنن از این عرصه پا خود بکشن. موجودیت 10,000 فرد مسئله غیر مسئول که هر کدامشان حکومت های محلی چی داگانه ایر دارن و از آن جنایت انجام میتن در ولایت غور، یک تهدید بزرگی در برابر خبرنگار هستن. طالب ها و افراد فاسد و قاصدین زمین و از طرف دیگه دولت، عدم همکاری دولت سبب شده که کار رسانه‌ای در ولایت غور به مشکل روبرو شود. این خبرنگاران میگویند که در حال حاضر بیشتر نهادهای دولتی این ولایت به خبرنگاران پاسخ نمیدهند و در صورت نشر برنامه‌های انتقادی از عملکرد برخی نهادهای دولتی این ولایت، خبرنگاران به گونه مستقیم از سوی این مسئولان تهدید میشوند. کودکان افغان در برابر طالبان جنگ افزار برداشتند. این کودکان در یکی از ولایت‌های جنوب افغانستان برای رویارویی با طالبان جنگ افزار برداشتند، اما به علت نگرانی‌های امنیتی محل بودباش این کودکان فاش نشده است. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر هر گونه به کارگیری کودکان را در نبرد غیر قابل پذیرش می‌داند و مغایر پیمان‌ها و کنوانسیون‌های جهانی می‌گوید. وزارت امور داخله می‌گوید که مخالف مسلح شدن کودکان و نوجوانان است و برای سرکوب هراس افغانان هیچ نیازی به مسلح ساختن کودکان نیست. کودکان افغان، سربازان کوچک در برابر طالبان. این کودکان میگویند که از نفرت در برابر طالبان سنگینی جنگ افزار را بر شانه های کم توانشان حس نمی کنند. این کودکان چگونگی کاربرد کلاشینکوف، تفنگچه و جنگ افزارهای دیگر را نیز می دانند. تقریباً گم را اوغورزوی، گمش را اوغورزوی برای حالت پیکا شکا دگر د مشتاشن کوونه پر چلول پر دغه فاور وکړه پر دغه وکړه د سره چې اوس موږ شیر دوه بیا هم برته نه پریږدي خو برته مو وژني بیا زما پلار شید کی وش زموږ ژوندي موږ خپل وطن نه ورلکو. در این میان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در واکنش به مسلح ساختن این کودکان میگوید که هر گونه به کارگیری نظامی از کودکان مردود و خلاف قوانین جهانی و حقوق بشری است. حتی اگر این کودکان بعد دستور خانواده هایشان جنگ افزار برداشته باشند. قوانین بشر دوستانه به ملل که افغانستان او را امضا کرده به نام کنوانسیون ژنو هم این مسئله را قید ساخته که اطفال تحت سن یعنی 18 سالگی نباید مورد استفاده باشه. خوب در قطعات منظمی که موجود هستند تا سالهایی که کار کردیم فعلا حضورشان به نیست مواجه شده، ولی در پلیس محلی هنوز هم در اینجا و آنجا متاسفانه که تحت سن افراد استخدام میشن. در این میان یک خبرنگار امریکایی که از یک پایگاه این کودکان گزارش تهیه کرده است میگوید که مسلح سازی این کودکان تکان دهنده است. وزارت امور داخله در این باره چنین میگوید: ما در کل مخالف مسلح شدن افراد هستیم به دلیل از اینکه به قدر کافی نیروهای امنیتی افغانستان وجود دارند. ما حدود 400,000 نیروی مسلح داریم که میتونه در تامین امنیت شهروندان افغانستان نقش مهم داشته باشه. کودکان از قربانیان اصلی نبردها در افغانستان گفته میشوند، اما مسلح سازی این کودکان در بخش های از کشور میتواند انتقادها را در این زمینه افزایش دهد. تا لحظات دیگر، هشدار سازمان ملل متحد از افزایش شمار بیجا شدگان در جهان.
ادامه این خبرها. یک شرکت فناوری در ژاپن از تازه ترین ربات تولید کرده شروع نمایی کرد. این ربات نخستین ربات است که یک قلب دارد و می تواند احساسات انسان ها را با خشم، شادی و ناراحتی پاسخ بدهد. شرکت فناوری سافت بینگ در شهر اورایاسوی ژاپن برای نخستین بار رباتی را تولید کرده است که دارای یک قلب است. هرچند این ربات پا ندارد، اما به گونه‌ای طراحی شده است که می تواند رفتار انسان‌ها را شناسایی کند و به احساسات با خشم، شادی و ناراحتی واکنش نشان بدهد. با باور من ربات هایی که احساس، عشق و قلب دارند می توانند اعضای غیر قابل تعویض در یک خانواده باشند. شرکت سافت بینک ژاپن تصمیم دارد که برای فروش این گونه ربات ها در سراسر جهان با یک شرکت چینی و یک شرکت تایوانی قرارداد کند. ربات ها همانند موترها، ماشین ها و هواپیماها محبوب و بخشی از خانواده ها خواهند شد. در 30 سال آینده ربات ها می توانند یک نقش بسیار مهم را بازی کنند. قرار است این ربات که پیپر نام دارد به روز شنبه آینده به ارزش $1,600 در بازارهای ژاپن به فروش برسد. شمار بجاشتگان در سراسر جهان نزدیک به 60 میلیون تن رسیده است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که این بجاشتگان از بر خشونت‌ها و تنش‌ها در سراسر جهان مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. و هشدار می‌دهد که سازمان ملل متحد و سازمان‌های مددرسان جهانی دیگر نمی‌توانند به بحران بجاشتگان پاسخ بدهند. تا لحظات دیگر. کاهش مفیدیت کار در نهادهای دولتی همزمان با کاهش ساعت کاری. ادامه این خبرها. با کاهش ساعت‌های کاری در نهادهای دولتی و خصوصی در ماه رمضان، مفیدیت کار نیز به گونه‌ای چشمگیر کاهش می‌یابد. گفته می‌شود که در ماه رمضان افزون بر کاهش ساعت‌های کاری در نهادها، کارمندان نیز کارگروزی می‌کنند که این کار اقتصاد کشور را زیان می‌زند. شمار از نمایندگان مردم در مجلس از وزارت کار و امور اجتماعی می‌خواهند تا بر مقرره کاهش ساعت‌های کاری بازنگری کند و از مفیدیت کار در نهادهای دولتی نظارت نماید. در ماه رمضان بنابر تصمیم وزارت کار و امور اجتماعی، ساعت‌های کاری در نهادهای دولتی 2 ساعت کاهش می‌یابند. و تأکید می‌شود که کارمندان مفیدیت کار را با وجود کاهش 2 ساعت حفظ کنند. اما گفته می‌شود که در ماه رمضان بیشتر کارمندان نهادهای دولتی کارگریزی می‌کنند. شمار از نمایندگان مردم در مجلس می‌گویند که وزارت کار و امور اجتماعی باید این مشکل را برطرف سازد و یا مقرره‌هایشان را بازنگری کند. با مقایسه به کشورهای دیگه اسلامی، چرا که افغانستان در او حدی نیست که بتانه به حساب اوقات بیکاری خود بیشتر بکنه، و تا زمانی که این فرنگ تنبلی از ادارات ورداشته نشه و کار به شکل بسیار جدیتر و بیشترش صورت نگیره، این میتونه خودش که جفای بزرگ برای مردم افغانستان باشه. در امین المسئولان وزارت کار و امور اجتماعی هرچند این مشکلات را میپذیرند، اما میگویند که در این بخش تلاش دارند نظارت جدی بر نهادهای دولتی داشته باشند و از کارگریزی کارمندان جلوگیری کنند. کل ادارات ما مکتوب متحدالمال دادیم که هیچ اداره فراتر از امو وقت کاری که در رمضان مطابق به قانون کار تعریف شده هیچ کسی نمیتونه عدول بکنه، و ما هر از گاهی بررسی های خود داریم، هم نهادهای دولتی را و هم سکتورهای خصوصی را. گفته می شود که نبود مدیریت لازم برای حفظ و مفیدیت کار در نهادهای دولتی و حتی نهادهای خصوصی سبب شده است که همه سالا در ماه رمضان اقتصاد کشور به طرف منفی میلان داشته باشد، زیرا که کارمندان و کارکنان در این ماه به گونه درست کار نمی کنند. از توجهتان به خبرهای این ساعت تشکر می کنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.